و ساخت ربات انسان نمای ملی ایران از سال 1386 در قالب یکی از طرح‌های کلان ملی در مرکز سیستم‌ها و فناوری‌های پیشرفته دانشکده مکانیک دانشگاه تهران و با همکاری چند شرکت دانش بنیان آغاز شده است و امروز بعد از گذشت 12 سال از آغاز این پروژه چهارمین نسل از این ربات رونمایی شد. من پیشرفت‌های بسیاری نسبت به نسل قبل داشتم، از دلیل کاهش رطوبت و افزایش چابکی، افزایش درجات آزادی، افزایش قابلیت‌های هوشمندی که باعث شده تعامل من با محیط اطرافم بسیار بهتر شود. بازوهای سورنا چهار دارای 43 درجه آزادی است. بهبود طراحی دست امکان نگهداری اجسام با اشکال مختلف را برای سورنا چهار فراهم کرده و استفاده از فناوری چاپ سه‌بعدی در ساخت سازه آن هم باعث شده این ربات با قد 1.7 متر و 68 کیلوگرم وزن نسبت به نسل قبل خود سبکتر و در عین حال چابکتر شود. ما یه توانایی در ربات سورنا چهار گذاشتیم به نام پوش ریکاوری که معنیش اینه که اگه هولش بدیم یا گرفتار یه اختشاش بشه میتونه به تعادل خودش برگرده. چهره انسان‌ها رو میتونه تشخیص بده، میتونه جهت‌ها رو تشخیص بده، اشیاء رو تشخیص بده، تعداد افراد یا اشیاء رو میتونه تشخیص بده و با توجه به برنامه‌ریزی که شده و این برنامه‌ریزی هر روز دقیق‌تر و دقیق‌تر میشه میتونه سوال‌های شما رو نسبت به سوال پاسخ صحیح بده. سورنا چهار با سرعت 0.7 کیلومتر در ساعت تقریباً دو برابر سریع‌تر از نسل قبلی خود حرکت میکنند. ربات‌های انسان نما در واقع برای کمک به بشر در امور تکراری و امور دقیق طراحی شده، ولی تا اینکه به دست بشر برسه و تو خونه‌ها استفاده بشه و تو مراکز عمومی هنوز فاصله زیادی داره، ولی از سرریزاش میشه برای بشر هم استفاده کرد به عنوان اندام مصنوعی رباتیکی که الان نمونه‌هایش هم ساخته شده. حدود 3 تا شرکت دیگه هم داریم که الان ربات‌های اجتماعی تولید می‌کنن. ربات اجتماعی پایه و اساسش در واقع هوش مصنوعی است که داخل ربات، یکی از این ربات‌ها انشالله همین در روز 26 آذر رونمایی خواهد شد. این شناسنامه سورنا چهار هستش که امروز توسط معاون علمی و فناوری رئیس جمهور امضا شده، اما یادمون نره که به ثمر رسیدن پروژه سورنا چهار حاصل تلاش دانشمندان و متخصصان جوان کشورمون هستش که ما الان تعدادشون رو اینجا روی سن داریم.